سلام بر پیشوای آزادی خواهان. سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت بیننده های گرامی شبکه امام حسین علیه السلام. انشاءالله که تا این لحظه از روز شنبه دوم مرداد ماه 1400 رو به خوبی سپری کرده باشید و اوقات و لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید. در خدمت شما هستم با 755مین قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه از جوار حرم مقدس و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. جای شما در شهر مقدس کربلا خالی است. هر روز بر تعداد کاروانهای زیارتی در شهر مقدس کربلا افزوده میشه. از کشورهای مختلف مشرف میشن به زیارت سید و شهدا علیه السلام. انشاءالله که به زودی شاهد کاروانهای زیارتی هموطنانمون از ایران هم باشیم در کربلا. امشب و در 755مین قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه راجع به آموزه های فرهنگ قدیر با هم گفتگو میکنیم و از شما میپرسم آموزه های فرهنگ قدیر چیست؟ با ما همراه باشید. بله بیننده های محترم در خدمت شما هستیم. خدمتتون عرض کنم که متاسفانه امروزه در قرن 21 اسلامی که جهانیان شاهد اون هستند چیزی هست به نام اسلام که سرشار از جنگ و خشونت است، سرشار از فاصله طبقاتی و سرکوب منتقدین و شکنجه و زندان مخالفین و اعدام و سربریدن آزاداندیشان بیگناه است. اما جهانیان باید بدانند که این تاریخ بنی امیه و بنی عباس است که به نام اسلام به آنها ارائه شده است. این اسلام دروغین معاویه است، اسلام دروغین ابوبکر و عمر و عثمان است که در عملکرد برخی کشورهای اسلامی هم متاسفانه به وضوح دیده می شود و گروهک‌های تروریستی داعش و طالبان و بوکو حرام و غیره را پرورانده اند. خب بر کسی پوشیده نیست، پر واضح هست که صرف نهادن نام اسلامی بر روی حکومتی اون حکومت رو اسلامی نمی کنه. برای شناخت کنه یک حکومت باید آن را با شیوه حکومتداری امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرهنگ قدیر مقایسه کرد. باید بدانیم آموزه های فرهنگ قدیر چیست
تا بتوانیم تشخیص بدهیم کدام یک از حکومت‌های مدعی اسلامی امروزه حکومت اسلامی هستند، تا به جهانیان بتوانیم آموزه‌های فرهنگ قدیر را معرفی کنیم، تا جهانیان بدانند اسلام بی قدیر نتیجه‌اش همین خشونت و جنگ و شکنجه و نابسامانی‌هایی است که در کشورهای مختلف امروزه وجود دارد. اگر تاریخ زندگی امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را مطالعه کنیم، متوجه می‌شویم که این تاریخ سرشار از نمونه‌های شگرفی است که از تاریخ اخلاق که از تأثیر اخلاق نیک در جذب دیگران به حقیقت استفاده شده. آنجایی که خدای متعال می‌فرماید یدخلون فی دین الله افواجا، چه دیده بودند غیر مسلمانان که فوج فوج گروه گروه می اومدن و مسلمون می شدن، و قبل از اون هم بسیاری از کفار یا پیروان دیگر ادیان و مذاهب پناهنده می شدن به حکومت اسلامی پیامبر خدا و امیرالمؤمنین. آیه های قرآن رو مطالعه بفرمایید و چه شده است که امروزه از کشورهای اسلامی متاسفانه مردم پناهنده میشن به کشورهای دیگر. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، آیه دوم سوره مبارکه نصر هست و آیه ششم سوره مبارکه توبه راجع به پناهنده شدن غیر مسلمانان و کفار به حکومت اسلامی پیامبر خدا اشاره می کند. خدای متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم لا یعلمون. خدای متعال در آیه ششم سوره مبارکه توبه می‌فرماید اگر یکی از مشرکان به تو پناه آورد، بدو پناه ده تا کلام خدا را بشنود و پس از شنیدن سخن خدا او را به مأمن و منزلش برسان، زیرا که این مشرکان مردمی نادانند. غیر مسلمانان پناهنده به حکومت پیامبر خدا و امیرالمؤمنین می‌شدند، پیامبر و امیرالمؤمنین دین رو بر اونها عرضه می کردند. مدتی اونها ساکن بودند در جوار پیامبر خدا و امیرالمؤمنین، تحت حکومت اسلامی ساکن بودند، می دیدند عملکرد پیامبر و عملکرد امیرالمؤمنین رو می دیدند، مختار بودند پس از آن که حقیقت را دیدند، اسلام رو متوجه شدند و آگاه شدند ازش، پس از اون مختار بودند که مسلمان بشوند یا مسلمان نشوند. این یعنی فرهنگ قدیر. فرهنگ قدیر است که به بشریت آزادی می‌دهد. شما ببینید در حکومت پیامبر خدا و در حکومت امیرالمؤمنین انواع و اقسام مردم در کنار یکدیگر زندگی می کردند. منتقدین، مخالفین، حتی براندازان نظام اسلامی در زمان پیامبر و در زمان امیرالمؤمنین با اون حضرات در یک شهر زندگی می کردند. کسی کاری بهشون نداشت. چنین آزادی فقط با فرهنگ قدیر حاصل می شود. این چیزی است که امروز جهانیان تشنه آنند که با اختلاف نظرها و تفاوتها مردمان بتوانند کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. سرکار خانم زاره از اصفهان، سلام علیکم، وقتتون بخیر. صلی الله علیه یا قتیل العبرات، صلی الله علیه یا قمر بنی هاشم. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی دستاندرکاران زحمت کش شبکه جهانی آقای ماهوسه و عرض سلام خدمت شما آقای بهنام. علیکم السلام، متشکرم. بفرمایید نظرتون رو میشنویم. از آموزه های فرهنگ قدیر چه اطلاعاتی دارید؟
آقای بهنام، من رو توی آتش وویس گذاشته بودم، بعد گفتن که صحبت کنه. حالا خیلی هم آمادگی ندارم برای صحبت، ولی خب از فرهنگ و آموزه های قدیر من اینجوری که مطالعه کردم که حضرت علی علیه السلام هیچ کسی رو برای بیعت با خودشون هیچ وقت مجبور نکردن، بله، به طوری که مردم بعد از قتل خلیفه سوم به طور خودجوش با حضرت بیعت کردن و اونایی هم که به حضرت رأی منفی داده بودن در قضیه حکمیت حق و به ناحق داده بودن بهشون خورده نگرفتن و محدودشون نکردن حضرت، و حتی وقتی که جنگ جمل شد و با اونها روبرو شدن بخششو بهتر از انتقام دونستن. و روز قدیر روز تکمیل دین اسلامه و تمام و کمال وجود نازنین مولا امیرالمومنین علیه السلام و بدون ولایت حضرت علی مجموعه معارف الهی اصلا به کار نمیاد، یعنی توحید بله. ناقصه، گوهر وحی به طور کامل به دست نمیاد، سایر معارف الهی کم رنگه. و اینکه در فرازهای خطبه قدیر الگوها و اسره تربیتی بشر به خوبی به چشم میخوره و کمال طلبی بشر و تجلی کمال حق تعالی، و اینکه واقعه قدیر از جمله وقایع مهم تاریخ اسلامه که ما نباید قدیر رو فقط مخصوص یک روز بدونیم و قدیر افتتاح و کلید خوردن کل تاریخه و اینقدر با اهمیته که ما باید فراتر از این حرفا در مورد قدیر حرف بزنیم و درود بر شما. تشویشی و هیچ شکی و هیچ تسلیمی نیست در قدیر، و قدیر فقط حکم خداست. و پیامبر شادی کردند و فرمودند الحمدلله الذی فضلنا علی جمیع العالمین، و اون چیزی که از قدیر اهمیت داره اینه که ما باید تک تک این خطبه ها رو تو زندگی روزمرمون سرمقشه خودمون قرار بدیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. تشکر میکنم از تماستون سرکار خانم زاره از اصفهان. به حالا تا اونجایی که بنده متوجه شدم به یکی از آموزه های فرهنگ قدیر اشاره کردند که عدم اجبار مردم به بیعت با امیرالمومنین علی علیه السلام بود. تشکر میکنم از ایشون. و شما بیننده های محترم در تماس هاتون امشب در برنامه و در پاسخ دادن به سوژه امشب مد نظرتون باشه که فقط راجع به آموزه های فرهنگ قدیر میخوایم صحبت کنیم. فرهنگ قدیر چه آموزه هایی دارد برای مسلمانان، برای شیعیان، برای جهانیان چه آموزه هایی دارد؟ مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله میفرمایند امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیهم السلام خواسته های معترضان را میشنید و به آن پاسخ مثبت میداد. این مطلب بر کسی پوشیده نیست و نویسندگان مسیحی این مطلب و موضوع را در کتابهای خود ثبت کردند. از جمله دانشمند مسیحی آقای جورج جرداق در کتاب خود با نام الامام علی صوت العدالت الانسانیه، امام علی صدای عدالت انسانی، به بیان و نقل این موضوع پرداخته است. یکی دیگر از آموزه های قدیر پاسخگو بودن حاکمیت به مردم هست، پاسخگو بودن به منتقدین و معترضین هست، که امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در نامه 53 که به عهدنامه مالک اشتر مشهور هست یا اساس نامه حکومتداری امیرالمؤمنین علی علیه السلام ازش نام برده میشه، در نامه 53 نهج البلاغه امیرالمؤمنین به مالک اشتر فرمودند که هرگاه مردم به سراغ تو می آیند باید سپاهیان خود و ارتش خود و نظامیان رو از اطراف خود دور کنی که مردم بدون ترس و بدون هیچ گونه نگرانی بتونن با تو صحبت کنند. یکی دیگر از آموزه های فرهنگ قدیر این است که
فرهنگ قدیر یعنی مردم با حاکمیت و سردمداران حکومت خودشون بتونن بدون واسطه به طور مستقیم و بدون هیچ گونه ترس و نگرانی صحبت کنند. حالا شما خودتون مقایسه کنید، نتیجه گیری با شما. این فرهنگ قدیر است، این آموزه های قدیر است و ببینید حکومت هایی که امروزه به نام اسلام هستند و منتقدین و معترضین رو سرکوب می کنند، پاسخ مطالبه گری مردم رو با گلوله می دهند. نتیجه گیری و قضاوت با شما بیننده های محترم. مطلب دیگر خدمتون عرض کنم که امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، یکی دیگر از آموزه های فرهنگ قدیر رو میخوام خدمتتون عرض کنم، پس از جنگ جمل وارد خانه ای شدند که فتنه‌گران جمل در اون جمع شده بودند، از بزرگشون عایشه گرفته تا دیگران، سردمداران فتنه جمل در اون خونه تجمع کرده بودند. برخی تا امیرالمؤمنین رو دیدند در کمال پررویی خطاب کردند به اون حضرت: یا قاتل الاحبه، ای قاتل عزیزان ما. کسانی که فتنه جمل رو خودشون برپا کرده بودند، امیرالمؤمنین فرمودند اگر من قاتل عزیزان بودم، افرادی که در این اتاقها جا دادید در این خانه و مستحق قتل هستند قطعا می کشتم. و تاریخ رو مطالعه کنید چه کسانی در آن خانه بودند: مروان ابن حکم، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عامر، ولید ابن عقبه، پسر عثمان ابن عفان و دیگر سران فتنه جمل در این خانه بودند. امیرالمؤمنین نه تنها اونها رو مجازات نکردند، بلکه به صورت کامل اونها رو بخشیدند. مستحق مجازات بودند امیرالمؤمنین فرمودند، اما مجازات نکردند، اونها رو بخشیدند، چون جنگ تمام شده بود، سلاح رو کنار گذاشته بودند. تا زمانی که سلاح داشتن و جنگ میکردن، امیرالمؤمنین مقابلشون ایستاده بودن، اما وقتی سلاح رو کنار گذاشتند و جنگ تمام شد، امیرالمؤمنین همه اونها رو بخشیدن، مانند سایر مردم در شهر رفت آمد میکردن و زندگی میکردن. این رفتار امیرالمؤمنین یکی دیگر از آموزه های فرهنگ غدیر است. حالا شما ببینید چنین رفتار انسانی در کدام یک از حکومت‌های دموکراتیک امروزه در قرن 21 دیده می‌شود که حاکمیت کسانی که بر علیهش شمشیر کشیدن، بر علیهش جنگ کرده بودند رو کامل ببخشد؟ غیر از حکومت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و حکومت نزدیک 5 ساله امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چنین رفتاری در تاریخ بشریت سابقه ندارد و ده ها مورد در تاریخ پیامبر خدا و تاریخ امیرالمؤمنین علی علیه السلام از چنین مواردی موجود هست. مطالعه کنید. پس از اتمام جنگ های دفاعی که پیامبر خدا و امیرالمؤمنین داشتند، با مخالفین و کسانی که تا روز قبل سلاح داشتند، سلاح کشیده بودند، چگونه برخورد می‌کردند؟ یکی دیگر از آموزه های فرهنگ قدیر رو خدمتتون عرض کنم. تاریخ رو مطالعه کنید. امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی به شهادت رسیدند، همه مورخین نوشتند که مبلغ هنگفتی حضرت بدهکار بودند. دلیل این بدهکاری امیرالمؤمنین چه بود؟ آیا جایی از تاریخ، چه مورخین مسلمان، چه مورخین شیعه، چه مورخین غیر مسلمان، مورخین مسیحی، یک جا شما پیدا کنید کسی نوشته باشد که این بدهکاری هنگفت و عظیم امیرالمؤمنین به خاطر این بوده که قصری برای خودش ساخته، به خاطر این بوده که به نزدیکانش پولی داده باشد و دیگر کارها؟ همگان می نویسند که این بدهکاری هنگفت امیرالمؤمنین به خاطر این بود که
به غیر از بیت المالی که به صورت کامل در اختیار مردم و جامعه قرار میداد، امیرالمؤمنین شخصا قرض میکردند از افراد مختلف به خاطر اینکه سر و سامان ببخشند اوضاع مردم جامعه را، برای برقراری عدالت اجتماعی شخصا امیرالمؤمنین قرض میکردند و هزینه میکردند برای عدالت اجتماعی، نه برای شیعیان خودشون، نه برای برای همه اقشار جامعه. تاریخ رو مطالعه کنید. یکی دیگر از آموزه های فرهنگ قدیر اینه: حاکمیت و شخص حاکم وظیفه دارد، مسئولیت اوست که عدالت اجتماعی رو برقرار کند. هیچ عذر و بهانه‌ای هم از او پذیرفته نیست. نمیتونه بگه من پول نداشتم، نمیتونه بگه مشکل بیت المال فلان شد. امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام شخصا خودشون قرض میکردن تا عدالت اجتماعی برقرار شود، خودشون رو بدهکار میکردند تا مردم در امنیت و آسایش و آرامش زندگی کنند. با این حال امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با این حال میفرمودند: لعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فی القرص ولا عهد له بالشب. گفتن یا علی، چرا قضای شما این گونه هست؟ هیچ کسی نمیتونه این نانی که شما با کنده زانو میشکنید و میل میکنید رو بخوره. شما حاکم کشورهای اسلامی هستید. امیرالمؤمنین میفرمودند من این گونه زندگی میکنم، شاید در حجاز یا یمام فردی باشد که قرص نانی نتواند پیدا کند یا غذای خوبی نداشته باشد. حضرت میفرمایند شاید، یعنی حتی یک نفر هم یافت نمیشد. به غیر از بیت المال امیرالمؤمنین شخصا قرض میکردند و به مردم میدادند برای برپایی عدالت اجتماعی، برای گستراندن عدالت اجتماعی که یک شعار نبود در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. عملی کردند، در عمل کرد نشان دادند امیرالمؤمنین که عدالت اجتماعی یعنی چه. وقتی همگان نوشتند، مشکل کسانی که ایراد میگیرند و شبهه وارد میکنند اینه که جاهلند، اطلاع ندارند. همگان نوشتند، امیرالمؤمنین و چند نفری که عبور میکردند از بازار، پیرمردی رو دیدند که گدایی میکنه. امیرالمؤمنین فرمودند ما هاذا، یعنی این کار یعنی چه؟ چه معنایی دارد در حکومت اسلامی؟ نفرمودن این شخص کیست؟ نفرمودن این شخص از شیعیان من علی هست یا نه؟ نفرمودند از مسلمانان است یا نه؟ هر کسی که میخواد باشه، کافر باشه، اصلا از منافقین باشه، گدایی کردن در حکومت اسلامی چه معنایی دارد؟ عرضه داشتن یا امیرالمؤمنین، این شخص مسیحیه. امیرالمؤمنین فرمودن تا وقتی که جوان بود و نشاط و قدرت جسمانی و بدنی داشت ازش استفاده کردید در خدمت حکومت ما بود، الان که پیر شده باید گدایی کنه؟ مسیحیه که مسیحی باشه. همونجا امیرالمؤمنین فرمودن بلا فاصله از همین الان حقوق ماهانه از بیت المال مسلمین براش مقرر کنید. عزت انسانی و کرامت انسانی در حکومت عدل علوی، این یعنی فرهنگ قدیر. یکی دیگر از آموزه های فرهنگ قدیر همینه: همگان باید عزت و کرامت انسانیشون حفظ بشه، بدون در نظر گرفتن اینکه پیرو چه مذهبیه، پیرو چه دینیه، کجاست، از کجا اومده، کی هست، پدرش کی بوده. نه، همگان
عدالت اجتماعی باید رعایت شود و باید اجرا شود و امیرالمومنین در عمل نشون دادن. حتی اون پیرمرد مسیحی رو فرمودن همین الان از بیت المال مسلمین باید حقوق ماهانه براش مقرر کنید. خب کارگردان برنامه ویدیویی رو آماده کردن از سخنان مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ذله که در بیانات معظم الله برخی از آموزه‌های فرهنگ قدیر رو از زبان مرجعیت شیعه ببینیم و بشنویم. نشون نمیده که به خاطر جهت سیاسی علی ابن ابی طالب یه نفر رو اعدام کرده باشه یا امر به اعدام کرده باشه یا رضایت به اعدام داده باشه، نیست تو تاریخ. یکی دیگه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در سر تا سر حکومتش یک دونه حبسی سیاسی نداره. دروغ خیلی به امیرالمومنین بستن تو تاریخ، اما اینو کسی نقل نکرده. دشمنای امیرالمومنین نتونستن بگن که علی ابن ابی طالب فلان کس چون با علی ابن ابی طالب بد بود حبسش کرد، نیست تو تاریخ. چون با علی به علی ابن ابی طالب بد گفته بود حبسش کرد، نیست تو تاریخ. علی ابن ابی طالب یک حبسی سیاسی نیست تو تاریخ. علی ابن ابی طالب در طول حکومتشون یک نفر نیست که بگن از گرسنگی مرد. کجای دنیا نیست آدمی که از گرسنگی بمیره؟ هزار و هزار همجور میگن میمیرن از گرسنگی تو دنیا. نه حالا، تاریخ رو ببینید، جوانهای عزیز مطالعه کنن تاریخ را، تاریخی که به نام تاریخ اسلام ایام بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس و بنی عثمان و در قریب هزار سال نوشته شده، ببینید چند هزار 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 کسایی هستن که از گرسنگی مردن. تو تاریخ اومده اینا نوشته شد. تو تاریخ علی ابن ابی طالب یه نفر نیست که خونه نداشته باشه، مجبور باشه تو خونه اجاره بشینه. اجاره مال مسافرین، طرف میرفت حج، میرفت مدینه منوره، مکه مکرمه، از این شهر با اون شهر، تاجر بود، کاسب بود، کار داشت، میرفت یه روز دو روز ده روز میخواست تو این شهر بمونه، اجاره میکرد اینجا. اما یک کسی تو شهر خودش تو اجاره زندگی کنه سالها، یک دونه نیست تو تاریخ امیرالمومنین. هم تو تاریخ امیرالمومنین نیست که یه وجب زمین علی ابن ابی طالب به کسی فروخته باشه. چرا؟ چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن الارض لله ولمن عمرها. زمین مال دو نفر، اصلش ذاتا ملک خدای عز و جل، بعدش خدای عز و جل برای کسی زمین را قرار داده، برای بشر قرار داده. هر کی که تعمیر کنه زمین را، آباد کنه، خونه بسازه، قنات بکنه، جوب حفر کنه، نمیدونم زراعت کنه، الارض لله ولمن عمرها. علی ابن ابی طالب یه وجب زمین به کسی نفروخته، مثل خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. حکومت یک مدیر در منطقه علی ابن ابی طالب، در فرهنگ انسانی قدیر خم حکومت فقط یه مدیر باید اداره کنه، مالک نی. تشکر میکنم از شبکه جهانی مرجعیت که این ویدیو رو در اختیار برنامه هشتگ سوژه قرار دادن. یکی دیگر از آموزه های فرهنگ قدیر رو خدمتتون عرض کنم. در حکومت پیامبر خدا و امیرالمؤمنین ببینید، مطالعه کنید. بنده عرض نمی کنم که تاریخی که شیعه نوشته رو فقط مطالعه کنید، نه، تاریخی که
اهل تسنن نوشتند راجع به پیامبر و امیرالمؤمنین هم مطالعه کنید، تاریخی که مسیحیان نوشتند رو مطالعه کنید، تاریخی که غیر مسلمانان نوشتند مطالعه کنید، غیر از مواردی که دروغ بستند به پیامبر خدا و امیرالمؤمنین که واقعیت ندارد، ببینید هیچ جا نمیتونید پیدا کنید موردی که در حکومت پیامبر خدا و در حکومت امیرالمؤمنین به منتقدین یا مخالفین خودشون انگ و برچسب زده باشن. حتی یک مورد نمیتونید پیدا کنید. همیشه پاسخگو بودند در برابر تظاهراتی که حتی خودشون اجازه میدادن، امیرالمؤمنین اجازه میدادن مخالفینشون آزادانه در شهر تظاهرات راه بیندازند بدون اینکه مجوزی بخوان دست بگیرند، بدون اینکه آزادانه همگان میتوانستند شخص حاکم و حکومت رو انتقاد کنند. و همیشه امیرالمؤمنین و پیامبر خدا پاسخگوی منتقدان بودند، پاسخگوی معترضان بودند. یک مورد نداریم که انگ و برچسب زده باشند. یک مورد پیدا کنید که امیرالمؤمنین یا پیامبر فرموده باشند که این گروه رو ول کنید، اینها خوارجن، اینها اختشاشگرن، اینها چی هستند. حتی به خوارج پاسخگو بودند، میرفتن خطبه میخوندن براشون، باهاشون صحبت میکردن، گفتگو میکردن، میگفتن ببینید درخواستشون چیه، مطالبهشون چیه. مرجعیت شیعه آیت الله العظما شیرازی در یکی از سخنرانی های خودشون که در آستانه ماه محرم 1440 بود، دو سال قبل، فرمودن وجه مشترک تمام ظالمان نسبت دادن جنایات خود به مؤمنان است. خوب دقت کنید، نسبت دادن جنایات خود به مؤمنان. از ابتدای تاریخ ظالمان به مؤمنان نسبت تفرقه افکنی دادند. ده ها مورد در تاریخ ثبت شده. مرجعیت شیعه فرمودند که این حقایق رو باید به جهانیان بازگو کرد، باید روشنگری کرد که اسلام دروغین معاویه چیست، اسلام دروغین ابوبکر و عمر و عثمان چیست، اسلام دروغین بنی امیه و بنی عباس چیست، و اسلامی که غدیر دارد، اسلام علوی چیست. شما ببینید حتی معاویه که شخصی ظالم و دیکتاتور بود و انواع و اقسام ظلم‌های معاویه در تاریخ ثبت شده، خطاب به امام حسین علیه السلام، نوه پیامبر رحمت للعالمین، پسر امیرالمؤمنینی که بعد از 1400 سال هر جا سخن از عدالت به میدان بیاد، به میان بیاید، نام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میآورند، مسلمان و غیر مسلمان، از امیرالمؤمنین به نام حاکم عدالت گستر و عادل یاد می شود. حتی نویسنده های مسیحی که یک مورد جور جرداق مسیحی الامام علی صوت العدالت الانسانیه رو نوشته، همگان از علی ابن ابی طالب به عنوان شخصی عادل و عدالت گستر یاد می کنند. پس از گذشته 1400 سال معاویه خطاب به فرزند امیرالمؤمنین حضرت حسین ابن علی علیه السلام نوشت که یا حسین الا تتق الله تخرج من الجماعه و تفرق بین هذه الامه. معاویه که خودش تفرق افکن بود، خطاب به سید الشهدا نوشت از خدا نمی ترسی که از جماعت مسلمین خارج شدی و بین امت اسلام تفرق افکنی می کنی؟ این همون وجه مشترکی است که حضرت آیت الله العظما شیرازی فرمودند، وجه مشترک تمام ظالمان و دیکتاتورها در طول تاریخ نسبت دادن جنایات خود به مؤمنان است. یا در جای دیگه معاویه نوشت برای سید الشهدا علیه السلام که اتق الله. معاویه به نوه پیامبر خدا می نویسد که تقوای الهی داشته باش.
اتق الله یا حسین فی شق عصا هذه الامه ان تردهم فی فتنه. معاویه به سید الشهدا نوشت داری فتنه انگیزی میکنی میان امت اسلام. و این وجه مشترک همه ظالمان و دیکتاتورها در طول تاریخ، جنایات خودشون رو نسبت میدن به مؤمنان، مؤمنان رو تفرق افکن خطاب میکنن، انگ و برچسب زدن یکی از وجوه مشترک همه حکومت‌های ظالم و مستبد و دیکتاتوره، انگ و برچسب میزنن. پس آموزه های فرهنگ قدیر بسیار بسیار زیاد هست که وظیفه داریم همه اینها رو بشناسیم. من چقدر فرصت دارم کارگردان به من بگید؟ بله، وظیفه داریم همه اینها رو خودمون بشناسیم، آگاه بشیم و روشنگری کنیم برای دیگران، جهانیان بدانند اسلام علوی چه میگوید، جهانیان بدانند تبلیغ ولایت امیرالمؤمنینی که پیامبر خدا در خطبه قدیریه فرمودند فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه چه میگوید، برای چی باید تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین رو بکنیم، آموزه های این تبلیغ چیه، آموزه های فرهنگ قدیر چیه. خودمون باید آگاه بشیم و برای دیگران هم باید روشنگری کنیم. از آموزه های فرهنگ قدیر این هست که ظلم ستیزی و زیر بار ستم زندگی نکردن، از آموزه های فرهنگ قدیره. حفظ کرامت و عزت انسانی که برخی از نمونه هاش رو خدمتون عرض کردم در حکومت امیرالمؤمنین، از آموزه های فرهنگ قدیره. فرهنگ مطالبه گری حقوق شهروندی و اجتماعی، فرهنگ قدیر به بشریت و به همه مردمان تا روز قیامت این رو آموزش میدهد و این حق رو به همه جوامع میدهد که حقوق شهروندی و اجتماعی خودشون رو مطالبه کنند. و در مقابل فرهنگ قدیر میگوید حاکمیت به مطالبه های به حق مردم باید پاسخگو باشد. فرهنگ برادری و برابری از دیگر آموزه های فرهنگ قدیره. ایجاد تعادل و توازن اجتماعی، در یک کلام عدالت اجتماعی رو ایجاد کردن از آموزه های فرهنگ قدیر هست. برخورداری همه اقشار جامعه از حقوق انسانی و شهروندی، این از آموزه های فرهنگ قدیره. اگر میبینید در جوامعی کمترین حقوق شهروندی به مردم داده نمی شود و سلب میشه از اونها، بدانید که در اون جامعه، در اون حکومت هیچ رنگ و بویی از قدیر وجود ندارد. حتی اگر برای ایام قدیر هم جشن بپا کنند، حتی اگر در دیوارها رو هم جشن بزرگ، تازه با این جشنهایی که برگزار میکنن میخوان مهر تأیید بزنن بر جنایات خودشون، بر سرکوبهای خودشون. این یکی از آموزه های فرهنگ قدیره که همه مردم با هر دین و مذهبی که هستند، همه مردم و اقشار جامعه باید به طور یکسان از حقوق انسانی و شهروندی و اجتماعی برخوردار باشن. فرهنگ آزادی بیان مسالمت آمیز که برخی نمونه هاش رو عرض کردم خدمتون، از آموزه های قدیر مردم امیرالمؤمنین فرمودن در نامه 53 نهج البلاغه هست. ببینید فرمودن مردم بدون ترس و نگرانی و هیچ دغدغه ای باید بتوانند با حاکمیت سخن بگویند، حرف خودشون رو به حاکمیت بگویند. ثبات سطح معیشتی مقبول برای همه افراد جامعه از آموزه های فرهنگ قدیر هست. بهره‌مندی آحاد اقشار جامعه از سلامت روانی و روحی، فرهنگ پذیرفتن و تحمل آرای دیگران از آموزه های فرهنگ قدیر است. عدم وجود زندانی سیاسی، اگر میبینید در حکومتی حتی اگر به نام اسلام باشد زندانی سیاسی وجود دارد، بدانید که در آن حکومت هیچ رنگ و نشان و بویی از فرهنگ قدیر وجود ندارد، حتی اگر که شعارهایی بدهند.
ممنوعیت مطلق شکنجه به هر اسم و عنوان و هدفی که باشد. اگر در حکومتی وجود داشته باشد شکنجه، بدانید که اون حکومت هیچ ارتباطی به اسلام علوی ندارد. در اون حکومتی که زندان سیاسی هست و کسانی که بازداشت میشن شکنجه میشن، کسانی که بیگناه هستن، حتی اگر مجرم باشد، حتی اگر مجرم باشد، هیچ کسی حق شکنجه کردن انسان رو ندارد، حتی اگر مجرم باشد. اگر میبینید در حکومتی زندان سیاسی وجود دارد، شکنجه میکنند متهمان یا مجرمان رو در اون حکومت، با هر عنوان و با هر هدفی هم که باشد این شکنجه، بدانید که در اون حکومت هیچ رنگ و نشانی از اسلام علوی وجود ندارد. اون حکومت داره به اسلام معاویه شاید رفتار میکنه، به اسلام بنی العباس و بنی امیه داره رفتار میکنه. توزیع عادلانه ثروت ملی یکی دیگر از آموزه‌های فرهنگ غدیر هست. تأمین بهترین شرایط معیشتی برای زندگی همه اقشار جامعه که عرض کردم. امیرالمؤمنین وقتی به شهادت رسیدند مبلغ هنگفتی بدهکار بودند. برای چه؟ برای اینکه تأمین بهترین شرایط معیشتی برای افراد جامعه رو داشته باشند، عدالت اجتماعی رو عمل کنند بهش. شخصا حاکم قرض می کرد، بدهکار می شد برای این وقت. ببینید عثمان رو به عنوان نمونه، ببینید عثمان وقتی که مرد بیش از 30,000 کیلو طلا از خود به جای گذاشت، طلایی که مال بیت المال بود، باید خرج مردم می شد، ملک شخصی خودش کرده بود. شما ببینید تفاوت اسلام علوی و اسلامی که ابوبکر و عمر و عثمان یا معاویه و بنی امیه و بنی عباس برای مردم به ارمغان آوردن. پرهیز از شکستن حریم خصوصی مردم جامعه از آموزه‌های فرهنگ غدیر هست. پرهیز از هر نوع تبعیض نژادی و جنسی، حذف سانسور و سرکوب و فیلترینگ از آموزه‌های فرهنگ غدیر هست. پرهیز از سیاست مکر و حیله و دروغ گفتن به ملت از آموزه‌های فرهنگ غدیر. برای تک تک این مواردی که تیتروار و سریع دارم خدمتتون عرض می‌کنم، ده‌ها مثال در تاریخ حکومت پیامبر خدا و امیرالمؤمنین وجود داره. برای تک تک اینها پرهیز از اتهام زنی و انگ و برچسب زدن به منتقدین و مخالفین، حذف هر گونه اجبار و اعمال زور و شکنجه از آموزه‌های فرهنگ غدیر هست. پرهیز از زندانی کردن فعالان مدنی و منتقدین، این هم از آموزه‌های فرهنگ غدیر است. و پرهیز از تقدیس ظالم و ده‌ها مورد دیگر که در برنامه‌های آینده هم اشاره خواهم کرد، در برنامه‌های قبل هم گفته ایم، باز هم خواهیم گفت. این یکی از مهمترین رسالت‌های شبکه امام حسین علیه السلام است که فرهنگ غدیر رو به جهانیان معرفی کنیم، آموزه‌های فرهنگ غدیر رو به جهانیان معرفی کنیم. پیامبری که امروزه بهش دروغ می‌بندند، مورد اتهام است در دنیا، امیرالمؤمنین و اسلام و دینی که الان در دنیا مورد اتهام است و دروغ می‌بندند، به دین و به پیامبر و امیرالمؤمنین وظیفه ماست که روشنگری کنیم در این زمینه. و وظیفه مسئولیت همگان است. شما بیننده‌های محترم هر کجای این کره خاکی که هستید، تک تک این مواردی که عرض کردم از آموزه‌های فرهنگ غدیر وظیفه انسانی و شرعی شماست که به دیگران برسانید، روشنگری کنید در این زمینه. و بهترین راه و ساده‌ترین راه موبایل‌هایی است که در اختیار دارید. تمامی این آموزه‌های فرهنگ غدیر رو هر روز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید تا جهانیان بدانند خشونت و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام‌هایی که امروزه در کشورهای مختلف هست هیچ ارتباطی به اسلام پیامبر رحمت للعالمین و اسلام علوی ندارد. تشکر می‌کنم از همراهیتون. دعاگو و نایب و زیارتون هستم. انشاءالله به زودی کربلا ببینمتون. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.